سلام های گرم خود را خدمت بینندگان محترم و شنوندگان عزیز اظهار میکنم. خدا کنه که همتون داخل ساعت کامل باشین و خوش آمدین به برنامه امروز دریچه خوشبختی. در برنامه امروز خود ما گپ میزنیم از روانشناسی و از تاثیرات مثبت و منفی که زندگی، فشار زندگی و تشویش زندگی در سر مغز انسان داره و چی نوع کمک ها برای مردم افغان های ما به دسترسشان قرار داره، خصوصا کمک هایی که یک مهمان محترم داریم که برنامه ما میایه، مسعود جان غفور دکتر روانشناس هستن. اونا درباره کمک ها گپ میزنن که از طریق افغان کولیشن در شمال کالیفرنیا در فریمانت وجود داره و مسعود جان باعث دکتر روانشناس کار میکنن. اینا میخواین که امروز در برنامه ما بیایه و یک آگاهی و روشنی بندازن از برنامه مختلفی که دارن که بعد استرس مردم قرار داره و از چی نگاه مثلا مردم میتونه که به اونا به تماس شوند و از کمک ها استفاده کنن. مسعود جان خودشان درسای خود خلاص کردن در امریکا و در اروپا هم خرد کلان شدن و بسیار خرد بودن که از افغانستان برامدن. منتها مسعود جان بسیار شوق علاقه زیاد داره که مردم افغانای ما را کمک کنه و از نگاه روحی و فکری اینا در یک پروژه که به نام Wellness Project از خودشان کار میکنه که از او برنامه خود اینا ورکشاپ ها دارن و صنف ها دارن که کت مردم گپ میزنن که چی مفاد مردم میتونن از او برنامه بگیره و خودشان هم بر دیگه مردم ها میتونن کت مسعود جان به تماس شوند که میخواین از نگاه روحی و روانی کمک بگیرن. و مسعود جان خوش آمده در برنامه ما. اجازه بدین که در قدم اول اظهار امتنان و شکران داشته باشم از شما خانم نوابی عزیز از اینکه ما را در برنامه دعوت کردین و یک سلام و احترام خاص را به تمام بیننده های عزیز در سراسر دنیا که بیننده و شنونده برنامه زیبای شما می باشن هم تقدیم داشته باشم. خوشحال هستم که امروز در برنامه شما حضور دارم. من در خدمتتان هستم. تشکر. یک جهان میفهم که کارتان مصروف هستین، همه از نگاه زوم و ویدیو و چت و کل چیز همه کمک میکنین زیاد. تشکر که در برنامه ما آمدین. دیگه بفرمایین. اول میخوایم مثلا پرسان کنم که یک معلومات درباره امی اتحادیه سازمان افغانا بتین که در شمال کالیفرنیا در فریمانت است. وظیفه از این سازمان چی است؟ مردم چی کمک میکنه و وظیفه شما چی است؟ بله، بسیار نکته بسیار خوب را اشاره کردین. از اینکه ما امروز با وجود از اینکه میلیون ها نفر در سراسر دنیا در قرنطینه به سر میبرن، تمام مسائل روزمره و عادی زندگیشان تا اندازه زیاد را بر هم خورده و تغییرات زیاد را در زندگی خود میلیون ها نفر در سراسر دنیا متقبل شدن، اما خوشبختانه یکی از بزرگترین نعمت هایی که تکنولوژی امروز با ما ارزانی فرموده همیست که ما میتونیم در هر نقطه دنیا که باشیم، قسمی که امروز ما شما در تماس هستیم، با هم دیگر در ارتباط باشیم، که واقعا یکی از نکات بسیار مثبت و خوب تکنولوژی است که خوشبختانه که ما امروزی را در اختیار داریم. در باره سوال شما در باره اتحادیه افغانا یا افغان کولیشن، اتحادیه افغانا بیشتر از 23 سال است که با خدمات خود و در جامعه افغانی در شمال کالیفرنیا در شهر فریمانت ادامه میده. من خودم شخصا حدود بیشتر از یک سال و نیم میشه که همراهشان در اتحادیه افغان در تماس هستم و همراهشان همکار هستم. خدمات بسیار زیاد را ما خوشبختانه به کمیونیتی خود یا به جامعه خود ارائه میکنیم، بخصوص به اون تعداد از افراد که تازه به امریکا داخل میشن و از جمله کسایی که ویزای مهاجرت و امیگریشن ویزا را میگیرن و تازه میاین و که تقریبا زندگی خود از صفر دوباره شروع میکنن از یک طرف، و از طرف دیگر هم کسایی که تا سالهای سال اینجا هستن و به نظر شخصی ما داشتن همچون اتحادیه یا همچون مرکزی که بتونه
جوابگوی بسیاری از مشکلات با جامعه ما باشه واقعا یک نعمت بزرگ است. قسمی که گفتم بیشتر از 23 سال است که افغان کالشان به فعالیت های خود ادامه می تواند جامعه فعالیت های واقعا مختلف را با ما پروگرام ها و پلان های زیاد را داریم در عرصه های مختلف از قبیل ویمن انترپرایز که مسائل عزیز که یک شخص چگونه میتونه یک بزنس یا یک تجارت کوچک را آغاز کنه، از کجا شروع کنه. صنف های مختلف داریم در این باره، ورکشاپ های مختلف در این باره دایر میشه. همکارای ما اکثر زیاده از خانما و خصوص خانما در تماس هستن، هر هفته یا ماه یک بار دو بار سه بار ورکشاپ ها دایر میشه. اونا میاین امو بیسک یا امو مسائل ابتدایی از این که یک تجارت خود چگونه آغاز کنن برشان تدریس میشه و اونا یاد میگیرن. که یکی از پروژه های ما هست در باره پروژه خودم که افغان ویلنس پروژیکت هست رو میخوایم بعدا اگر در تشریحات بیشتر بتوم، اما فعلا در کل مسائل پروگرام هایی که داریم که قبل قسمی که یادآور شدم افغان ویلنس انترپرایز پروژیکت هست و صنف های انگلیسی هست که خانما و آقایان میاین کسایی که لسان انگلیسی رو میخواین یاد بگیرن، متواتر هفته دوبار صنفا دایر میشه، اونا میاین انگلیسی یاد میگیرن تا بتانن امو حل مشکلات روزمره خود بتانن حل فصل کنن از نگاه زبان انگلیسی. یک پروگرام بسیار موثر و خوب را که ما داریم به نام دومستیک وایلنس گروپ است که واقعا جا داره که فعلا از وقتی که از دومستیک وایلنس گروپ یا دومستیک وایلنس پروینشن یاد میکنم، از شخص جناب دکتر سید فرید یونس سپاسگزار باشم به دلیل از اینکه واقعا فعالیت های زیاد را کردن در گذشته ها و حتی امروز هم با فعالیت های خود و با همکاری های خود هم برای اتحادیه افغان ها ادامه میتن. و امی دومستیک وایلنس گروپ، دومستیک وایلنس پروینشن یا خشونت های خانوادگی که چگونه که در قدم اول چی است، چگونه میتونیم از این جلوگیری کنیم، یک گروپ بسیار منظم است که همکار عزیزم خانم سیما جان فرهاد هم فعالیت دارنده این بخش و قسمه که یادآور شدم جناب دکتر سید فرید یونس واقعا فعالیت های زیاد را کردن تا این اداره یا می بخش دومستیک وایلنس فعال شود. تعداد زیاد از خانمان می آیند شرکت می کنند. خشونت های خانوادگی متاسفانه یکی که در جامعه ما تا حد قبول شده این مسئله، یک جامعه این کار کرده نمیتونیم که یک جامعه مسئله داریم. وقتی که دومستیک وایلنس یا خشونت های خانوادگی میگم و هدف ما این است که فقط و فقط خانم ها مورد خشونت قرار بگیرن، داریم کیس ها و موارد را هم که دومستیک وایلنس حتی مردا هم میتونن مورد خشونت قرار بگیرن. خود در کل ما همین دومستیک وایلنس گروپ پروینشن را که تشکیل دادیم تعداد زیاد از خانم ها میاین، همه هفته یک بار دو بار صنف های متواتر صنف های را میگیرن و میاموزن راجع به که خشونت خانوادگی چی است. فقط خشونت مسئله جنگ فیزیکی یا زدن به سلاح عام زدن و کندن فیزیکی نیست، بلکه به مراتب فراتر از این مسائل است. مسائل روحی میتونه خشونت روحی باشه، خشونت لفظی باشه، خشونت فیزیکی باشه و مسائل دیگه که تماما بنیادی اینا را اینا یاد میگیرن و برشان توضیحات داده میشه و در آخر همین کورس منظم 8 هفته ای هم که هستن اینا یک سرتیفیکیت میگیرن که گواهی است که اینا موفقانه این کورس ها را تمام کردن. که ای بود راجع به دومستیک وایلنس گروپ. و همچنان Teams and Changes یک پروگرام دیگه را ما داریم که همکاران در او باره میبخشی که کپتم گرفتم. این کمک ها کلش به دسترس افغان هاییست که در می کانتی علمی داستن. دقیقاً بله، دقیقاً علمید کانتی هستن اینا، اکثر اینا که با ما مراجعه میکنن. خب کسایی هم هستن، ما خودم قبلا در گذشته هم مراجعه اینو داشتیم که از دیگه کانتی های همسایه آمدن و
زیاد مایل بودن که از خدمات ما استفاده کنن، که خوشبختانه امروز ما در کانتی های دیگر هم تقریبا پروگرام های مشابه، اگر مشابه نباشد تقریبا پروگرام هایی هست که میتونن با اونا خدمت رسانی بکنن، اونا را با اونا معرفی کردیم. اما در کل پروگرام ها و خدمات را که ما ارائه میکنیم در علمیده کانتی هستک، و خصوص مسائل افغان ویلنس پراجیکت که مربوط ما میشه ساعت روانی، که پروگرام هست که قسم گفتم انشاءالله بعدا توضیحات میتونیم. پروگرام دیگه که ما داریم یوت پروگرام هست با جوان ها و نوجوان ها هست که بسیار زیاد مؤثر هستک، از این که کمک کردن یا همکاری کردن با اینا در بخش در مسائل مکتبشان، خارج از مکتب سرگرمی های سالم و خوب را به اینا فراهم کردن، که دو تا از همکارای بسیار خوب و مثلا عبدالله جان و الهام جان که بسیار زیاد زحمت میکشن در این بخش کار میکنن، در مکتبا میرن با پدر و مادرها در تماس هستن، با معلمینشان در تماس هستن. این به نهایت مهم است که در یک جامعه وقتی که یک سرگرمی و یک سرگرمی خوب و سالم به جوان ها و نوجوان ها فراهم نباشن، بدون شک که اونا رو میارن به مسائلی که سالم و خوب نیست برشان، چی از مسائل استفاده از مواد مخدر باشه، چی از سرگرمی هایی که هیچ کدام خوب و خوبیت و سالم برشان مؤثر و خوب نیست، رو میارن به اون مسائل. که این پروگرام یوت ما واقعا بسیار پروگرام خوب است که انشاءالله در آینده نزدیک هم پلانایی هست که بیشتر و گسترده تر بسازیم. از چند ساله تا چند ساله است برنامه برای از پروگرام یوت و نوجوان ما از سنین 6-7 و گرفته تا و 16 و 17 سال و 18 سال هم میتونه باشه، تا جایی که ما بفهمیم که واقعا خدمات رو چیزایی را که ما در این پروگرام گنجانیدیم به فایده و نفع همی کسایی هست که ازش استفاده میکنن، اتو سن خاص وجود نداره که بگیم سن فلان شخص بزرگ، تو اگر خودشان علاقه من باشن که از این اکتیویتی ها و از این پروگرام های خارج از مکتب که تودرینگ میباشه و همکاری با مسائل کارخانگی و مسائل مکتب و همچنان یک بخش مهمش آگاهی رسانی از فرهنگ ما می باشه، که خصوصا جوان ها و نوجوان هایی که در امریکا با سالهای سال بودن و آگاهی کمتر از فرهنگ ما دارن، پروگرام هایی داریم از قبیل مشاهده یک فیلم خوب و سالم فرهنگی یا سرگرمی های دیگه که اینا رو بیشتر با فرهنگ ما آشنا بسازن و یک احساس از دیره داشته باشند که ما بخش از این فرهنگ هستیم، خود جدا از فرهنگ احساس، خود بایلینگوال یا بایکولترال احساس کنن که هم در فرهنگ امریکا که هستن، اینجا مکتب میرن، درس میخوانن، دوستا دارن، تا حد زیاد را به سب آشنا هستن در این فرهنگ، از بخش دیگه هم یک احساس از دیره داشته باشند که یک فرهنگ دیگه هم داریم که میتونن بالاش افتخار کنن. این مسائل درش گنجانیده میشه که واقعا بسیار مفید و خوب است. امیگریشن لایر یا وکیلی که با خاص به خاطر مهاجرت است هم داریم که ما یک بار هم روی ما همکاری میکنن، ایشان میاین تعداد زیاد از هموطنهای ما و فارسی زبانهای ما وقت میگذارن، اینا رو میبینن با درباره مشکلات مهاجرت یا هر سوال دیگه که داشته باشن میتونن با اونا صحبت کنن. مثلا برای کسایی که اینجا قبول نشدن، هر کیس مهاجرتی که داشته باشن یا نگاهی قبول نشدن، دلیلش که وکیل باشه که پیگیری کنه که چرا اینا کیسشان رد شده یا چرا خواستن یک همسرشان یا کسی که در خارج از امریکا می باشه چرا به تعویق افتیده، چرا طول کشیده، یا هر سوال دیگه که وابسته به مهاجرت باشه میتونن اینا همکاریشان کنن و راهنمایی های خوب رو داشته باشن، که واقعا یکی از پروگرام های بسیار خوب است که ما داریم.
اوتریچ یا ای که تعداد زیاد از هموطنهای ما هستن یا به دلیل از ای که مریض هستن یا بیمار هستن یا ای که کولت سن یا به هر دلیل هست که از خانه خود بیرون آمده نمیتونن همکارهای ما هستن که اینا را میرن به خانه هایشان وزیت میکنن، اینا را میبینن و بررسی و ارزیابی میکنن که کدام بخش از زندگیشان هست که ما میتونیم یک خدمت باشان بکنیم، هر کاری که باشان باشه، معرفی کردن یک ورکر یا یک شخص باشه که اینا همکاری کنه، از او گرفته تا و مسائل صحت روانی که اگر همکارهایم به این نتیجه میرسن که فلان شخص ضرورت داره که با یک شخص حرفه‌ای در باره مسائل دپرشن، انزایتی و هر مسائل دیگه که باشه اینا ببینن، اونا رو با من رفر میکنن، من روشان تماس میگیرم. و یک خوبی بسیار دیگه که از یک سهولت بسیار کلان است که اینا رو میتونیم ما از طریق همو انشورنس یا بیمه که اینا دارن برشان اوبر یا لفت بوک کنیم که اینا از خانهشان بگیره موتر رو به دفتر ما بیارنشان و پس دوباره از دفتر گرفته اینا رو پس دوباره به خانه ببره، تمامشان هیچ پول رو اینا خودشان پرداخت نمی کنن بلکه از طریق همون انشورنس برشان پرداخت میشه این پولشان. والا چقدر خوب، غیر من ای فهمیدم، بسیار یک چیز خوبه گفتید. یک سهولت بسیار کلان است واقعا، خصوصا در سالهای اخیر و در ماهای اخیر تعداد زیاد از هموطنهای ما از استفاده بسیار خوب کردن و یک مشکل بسیار کلان همی بود که همراهی بسیار یک ما به تماس می شدم و بعدشان دعوت می کردم که بیاین به دفتر رو مرا ببینن. مشکل اصلی همی بود که می گفتن که اصلا نیست که به سال به سال ترانسپورتیشن با ما همکاری کنه و مرا اوجا بیاره. و دقیقا هم که فکر کنیم واقعا از یعنی حداقل 3 ساعت یک شخص میگیره که اینا را هر روز از فامیلشان باشه، دوستایشان باشه، هر کسی که باشه اینا را بگیرن و بیارن و پس یک ساعت صبر کنن و پس اینا را بگیرن و ببرن خانه، که او تعداد از فامیلا و اعضای فامیل دوستان عزیزان که وقت دارن این کارا میکنن به نهایت قابل قدر است، اما متاسفانه اکثریتی توانایی را نداشتن. با این دلیل اینا میتونن بسیار زیاد از این سهولت کمو علمی در لاینس یا مو انشورنسی را که دارن از این سهولت میتونن استفاده کنن. بخش اوتریچ بود و همچنان پروگرام های زیادی دیگه داریم که از قبیل از او سنسس 2020 همین مسئله سرشماری که در امریکا فعلا ادامه داره و این امیر ما اطلاع رسانی میکنیم به هموطنهای خود، یک پروگرام هست که از طرف سیتی از طرف کانتی با ما داده شده و ما مسئولیت از این داریم که از هر طریق امکان به افغانهای خود این مسئله را یادآور شویم که مسئله سرشماری و یعنی جا داره که همینجا من فعلا یک چند کلمه را یک بار صحبت کنم که مسئله سرشماری را واقعا یک مسئله جدی بگیرن، به دلیل از این که هر شهر و هر نایه که افغان ها زندگی میکنن اگر اونا فعالانه در این سرشماری اشتراک کنن و شرکت کنن و بگوین که بساب ما از فلان کشور هستیم، افغان هستیم، به هر تعدادی که این تعداد افغان‌ها در هر کانتی نایه یا شهر که زیاد می باشه به اونمو اندازه بودجه های مختلف در نایه ها هست که به مردم اختصاص می آفه. این حال وقتی که ما همگی همصدا شویم و از بسیاری از مسائلی که نمی خواهیم بالاش بحث کنم که متاسفانه می شنم از بسیاری ها بگذاریم و فقط بیاییم و با تماما مطمئن هستم که یک خط از طرف در هر جایی که زندگی میکنن آمده که مربوط به می سنسس 2020 یا می سرشماری 2020 میشه که در او یک کود میباشه و بسیار راحت میتونن آنلاین برن و کود را ثبت کنن و بگوین که ما افغان هستیم و در اینجا زندگی میکنیم، که آدرس اینا مشخص هستم اما بگوین افغان هستیم. درست. مسئله سنسس بود که آیستا آیستا میرسیم به مسئله یک پروگرام بسیار موثر و خوب دیگه هم هست که باز میخوایم سر پروگرام خود بیشتر صحبت کنم. مسئله کنسورشن میتینگ نامشه موندیم و این یک میتینگ هست که هر 3 ماه یک بار ما دایر میکنیم از تمام پروفشنال یا اشخاص حرفه‌ای که در هر بخش
تخصص داشته باشند دعوت میکنیم که من از یک سخنران بیاین در مدت یک ساعت و نیم که برنامه میباشه و تمام کسایی که علاقه مند هستن از کمیته های مختلف شرکت میکنن و میاین در اینجا راجع به موضوعات مختلف یاد میگیرن و که چه رقم در این کمیونیتی ایمیگرانت یا در کل به صورت درست و خوب خدمات خود ارائه کنن که از جمله دکترها می باشن، دکترای طب می باشن، نرس‌ها می باشن و هر کس منتال هلت اسپشیالیست ها می باشن از هر کمیته‌های مختلف می آیند که به نهایت یک پروگرام خوب و موثر است که ما تقریبا بیشتر از یک سال یک نیم سال است که این را شروع کردیم و به نهایت فیدبک و خوب از خود مردم که اشتراک میکنن میبینیم و همچنان تاثیرات مثبت و خوبش در جامعه میبینیم که یک اطلاع منده خوب اطلاع رسانی به جامعه میباشه که این هم یک بخش از کارهای است که ما میکنیم. اگه تا فعلا کدام سوال نباشه که ما زیاد پرفی نکنم که اگه باشه میخوایم از شما بشنم و غیر از اون میخوایم راجع به پروگرام خود معلومات بدم. بفرمایید. خب ما شما درباره افغان ویلنس پروژکت که دارین در باره پروژهتون گپ میزنین در باره دو و دیگه ما کمک دیگه میخواستم که مثلا در باره امی فشار تشویش زندگی و از نگاه روحی روانی مثلا سر انسان چی تاثیر داره او رو در بارهش گپ زدیم منطقه که دوام روشنی بتین بسیار خوب است بدون شک در باره پروژهتون بگوین. بله و چه خوب یک موضوع خوب و بجای خواهد بود که بسیار در این روزا و شب و روزایی که ما همراه مسائل قرنطینه در سر و کار داریم و قسمت که در شروع گفتم تمام روال زندگی نرمال عادی ما برهم خورده که خودش بدون شک باعث فشارها و تغییرات در زندگی ما میاید که انشاءالله من بعدم سرش صحبت میکنم. عمل این سر مسئله پروگرام خودم که یک سال و نیم و بیشتر میشه که ما این پروگرام شروع کردیم اما امروی افغان کولیشن پروگرام است که از طریق کانتی علمیدا بودجه به ما داده میشه که این پروگرام پیش ببریم. به نهایت یک پروگرام خوب و موثر است با چند دلیل. اولی که ما میخوام بگیم که پروگرام چی است. پروگرام است که باید ما خدمات صحت روانی را به جامعه افغان فارسی زبان و در کل کسایی که در علمی در کمپی زندگی میکنن ارائه کنیم که خدمات عبارت از prevention counseling یا مشاوره وقایوی که ما چگونه میتونیم سه هدف عمده داره که چگونه میتونیم از مسائل تشویش ها روحی و یا از مسائل بیماری های روحی جلوگیری کنیم از قبیل دپرشن، از قبیل انگایتی، از قبیل استرس که وقتی هر قدر که ما زودتر اقدام کنیم میتونیم به صورت درست و خوب این مسائل کنترل و منیج بکنیم که یک بخش مهمش پروینشن است که ما چطور میتونیم وقایع کنیم از مسائل بیماری های روانی. مسئله دومش ایست که او تعداد از اشخاصی که بیماری های روانی دارند از قبیل دپرشن، از قبیل استرس، از قبیل PTSD یا هر مسئله دیگه که چطور میتونیم امی سمتوما یا امی علایم از این بیماری های زیرا را به حداقل برسانیم که حداقل اگر ما این پروگرام ما چون امطور خاص باید سریم چند موضوع تاکید شوه و فوکس شوه که اگر ما نمیتونیم که اینا را بیماری هایشون را تداوی کنیم چون یک مدت طولانی را در بر میگیره و این پروگرام ما فقط به مدت یک سال است که یک شخص میتونه تا یک سال از خدمات افغان ویلنس پروژکت استفاده کنه که اگر من لازم دیدم میتونم او را بیشتر تمدید کنم اما در کل با مدت یک سال است که اگر ما نتونیم بیماری های اینا را به حساب معالجه کنیم چگونه میتونیم به علائم منفی و خراب و ازیده به حداقل برسانیم که گفتیم یکی پروونشن یا وقایه میباشه یا یکی دیگه هم همی حالت مثبت و خوب از ایران را بیشتر ساختن و حالات علائم منفی را کمتر ساختن می باشد و نکته سوم را که باید در نظر داشته باشیم این است که اگر ما برای مریضا و بیماران سر با ما مراجعه می کنند که واقعا به تداوی های بیشتر و به اقدامات بیشتر لازم است که اینا را ما بتانیم به سایکیاتریست ها و با شفاخانه و با بخش های دیگه که اگر لازم باشه به اونا راجع بسازیم. این سه اصل اساسی از این پروگرام ما می باشه که بالاش کار میکنم. قسمت گفتم یک پروگرام است که از طریق
الامیدا کمتی یا کمتی الامیدا برش بودجه داده میشه از طریق پروپوزیشن 63 یک بخش از تغییرات عمده که فکر کنم تقریبا حدود 10 سال پیش بود که لایحه تصویب شد در کالیفرنیا و یک بخش مهم از این مسئله است که هر کانتی باید یا هر ناحیه باید یک بودجه خاص را داشته باشد تا بتواند از مسائل روحی و روانی اختصاص بدهد که این برنامه بخش از اون باشد. شما برنامه را شروع کردین وقت هم یاد جریان است؟ بله، ما تقریبا یک سال و بیشتر از یک و نیم سال میشه که برنامه را شروع کردیم که قسمی که وعده کرده بودم بیشتر میخوایم بالایی صحبت کنم. ببینید در اول میخوایم یک مرور مختصر راجع به می مسائل روانی، صحت روانی در جامعه خود داشته باشیم. مانند هر جامعه دیگر، حتی جامعه های پیشرفته و مثل امریکا و کشورهای اروپایی، هنوز صحت روانی یا منتال هلت در جایگاهی که باید باشه، آگاهی مردم در او جایگاه هنوز که هنوز است و این کشورهای غربی حتی با او سویه و با او حد نیست. به این دلیل که یک شخص بسیار میتونه به صورت عادی به یک دکتر طب مراجعه کنه، بگه یک به طور مثال سردرد هستم یا پای درد هستم، بدون از اینکه ترس از داشته باشه که کس ما بود یک قضاوت به جا و به مورد دربارش داشته باشه. اما یک تردید وجود داره ای که یک شخص بتونه بره پیش یک سایکولوژیست یا روانشناس، یک مشاور روانشناس و درباره مسائل روحی خود گپ بزنه. حتی در کشورهای غربی، کشورهای ما و شما، اون خود با جایگاه خودش که هنوز در اون جایگاه و در اون سطح که آگاهی مردم باید درباره صحت روانی داشته باشد بدون شک در اون جایگاه هنوز نرسیده. اما پروگرامای همچون پروگرامی که افغان ویلنس پروژکت هست، به نهایت من خودم شاهد هستم که به نهایت تاثیرات مثبت را در جامعه داشته. به چند دلیل. اولی که سطح آگاهی مردم را با مراتب بیشتر بالاتر برده از اینکه صحت روانی چیست، چگونه میتونیم از این جلوگیری کنیم، رول خود ما راجع به داشتن صحت روانی خوب و بهتر چی است، رول فامیل و نقش فامیل ما چی است. و یک مسئله دیگه ای که صحت روانی را ما باید فراتر از فقط بیماری های روانی ببینیم. یعنی فقط در این فکر نباشیم که ما باید یک بیماری بسیار بزرگ روانی داشته باشیم که ما بتانیم بریم پیش یک روان پزشک یا یک روان شناس. به این دلیل اینی را این پروگرام ما که شروع کردیم، خودم شخصا شاهد از این هستم که در اوائل یک اندازه مشکل برای این بود که یکی از شرطهای اصلی الامیدا کانتی همی است که به پلیس چند شرط عمده که داره، یکی از شرطهای اصلیش همی است که در این مدت یک سال که ما همی بوده جره داریم باید حداقل 40 مریض تازه ما باید ببینیم. حداقل 40 مریض در ظرف یک سال. بله، کتاب بتانیم امی فندینگ یا امی بودجه را ما داشته باشیم و بگوییم که ما به این تعداد کسا را دیدیم. که در شروع اولی که ما تقریبا ما امی بودجه را در سال فکر کنم در جون 2018 گرفتیم، مدت زیاد را گرفت که وقت ما کار نمیکردم من رای افغان کلشن، تا ای که امروی ما با تماس شدن و من تانستم اعلان آمادگی امرویشان کردم، با وجود ازی که خودم در ساکرامنتو زندگی میکنم. بله. که با شما معلوم است که یک مسافه زیاد است تا فریمان، اما قبول کردم به دلیل ازی که واقعا ضرورت شما احساس میکنم در ضرورت داشتن همچین پروگرام ها را در جامعه خود. با او دلیل من این مسئله را قبول کردم و از شاهد ازی بودم که با وجود ازی که من تقریبا در ماه اکتبر شروع کردم، یعنی از جون تا اکتبر تقریبا هیچ فعالیت در این بخش صورت نگرفته بود که ما بتانیم به کمتی نشان بتیم که اینقدر کیسا را ما دیدیم. اما با گذشت زمان آیسته آیسته توجه مردم بیشتر شد، علاقمندی مردم بیشتر شد. به چند دلیل. یکی ای که آمدن از نزدیک با یک شخصی که بس شاید شروع کردن تراپی یک اندازه
یک ترس و وایمه داشته باشه، از اینکه ما میرم و یک شخص کسان در زندگی ندیدیم و این مسائل در میان میگذارم و در پالی از این مسائل دیگه که در جامعه خود داریم و یک جامعه بسته هستیم و هر کس هم میشناسه، خصوصا در شهر فریمانت و تعداد زیاد از فامیل ما داریم، ترس از اینکه ما با فلان شخص گفته شده که ما میرم و خدمات صحت روانی درخواست کردیم. این مسائل وقتی که آمدن و از خدمات ما استفاده کردن و امرای ما آشنا شدن، این را دریافتن که واقعا ترس ها و ما و تردید هایی که داشتن اصلا به مورد و به جای بود، به دلیل از این که اگر آشنایی داشته باشن امرای همی افغان کلشن، ما بخش عمومی ما هست که همکاران داشت می باشن، بخش ما کاملا جدا از حتی در یک تعمیر علایده می باشه که مراجعین میتونن بدون از این که در بخش عمومی برن و که اونجا معمولا تعداد دیگر افغانان زیاد رفت آمد می باشه، که اونا بدون از اینکه اونا ببینن میتونن مستقیم بیاین و هر وقتی که همشون وقت و قرار می باشه بیاین و ما را ببینن و پس برگردن از جایی که میرن. یعنی ترس از این که کس ببینیشون به هدف قلم کوشش ما است که برسانم. یک مسئله دیگه که براشون توضیحات داده میشه که تراپی یا مسائل روانکاهی، این مسائل است که واقعا شما حق و حقوق دارین. وقتی که شما با ما مراجعه میکنین، حق دارین که مراجعه کردن شما، نام شما، تکلیف و هر مسئله را که شما با ما میگین محرم پیش خود ما باشه، با هیچ کس دیگه از نگاه قانونی هیچ حق را ندارم که حتی بگویم که ما فلان شخص هم حتی نام ببرم که آبش ما میاد. فقط حتی بر فامیل هم میتونین بگوین چیز به هیچ کس، حتی به نزدیکترین شخص فامیل، حتی که زنگ میزنن به طور مثال میگه امروز فلان شخص با شما وقت داشت، ما از نگاه قانونی باید اصلا حتی وانمود نکنم که فلان شخص ما میشناسم یا نمیشناسم. بله. دیگه به اون دلیل وقتی که یک آگاهی حاصل میکنن در این باره و همچنان اطمینان حاصل میکنن که همچنان چیز وجود داره، حق ما از نگاه قانونی، فقط استثنایی وجود داره که اگر اونا بسطلا مسئله چایلد ابیوز یا خشونت علی اطفال با من میگن یا خشونت علی کنترلانه یا مسئله که بسطلا میاین و میگن و که من پلان دارم که به طور مثال به خود صدمه برسانم یا خود از بین ببرم یا یک شخص دیگر، این چهار موارد است که حتما بسطلا سلانگیسیچون باشمه mandated reporter که هر دکتر و هر کسی که به امرای مریضا و بیمارا و حتی معلمین که امرای شاگردان تماس می باشن، اونا mandated reporter می باشن، یعنی اونا حتما اجباری باید این مسائل خبر بدن. دیگه بس تصنایی نمی چهار چیز را که ما باشان توضیحات می تون، دیگه هر مورد دیگه که هست با ما می تونن آزادانه بیاین، یک محیط کاملا آرام و خوب و سالم را باشان فراهم می کنم، می شینیم قسم گفتم و کسای هستن از جای هستن که نزدیک به یک سال است که امرایشان مکار میکنم، با داشتن مشکلات مختلف از قبیل انزایتی، از قبیل استرس، از قبیل دپرشن یا مسائل خانوادگی، این مسائل که ای واقعا امی اطمینان داشتن کسایی که مراجعه میکنن یک بخش مهم از این بوده که توجه و علاقه مندیشان بیشتر شوه. یک مسئله دیگه که هست که ما متواتر هر ماه حداقل ماه یک بار، من خودم شخصا ورکشاپ های را در اوجا ایجاد میکنم و روی موضوعات مختلف با تمام عزیزایی که میخواین اشتراک کنن میاین، امرایشان تماس گرفته میشه که بیاین و ورکشاپ های را دایر میکنم که آگاهی دهی شوه با مردم از این که بازم تکرار میکنم مسائل همچون دپرشن، همچون انزایتی یا مسائل خانوادگی، ارتباطات، کمیونیکیشن، این مسائل چی هست، چگونه میتونیم به صورت درست این را تطبیق کنیم، که از یک طرف آگاهی مردم بیشتر میشه و از طرف دیگر اطمینانشان و همکاریشان با ما بیشتر میشه که هم بسیار زیاد مؤثر بوده. و همچنان ما یک بار یا دو بار کوشش معنی است که در پالی از این ورکشاپ ها همچنان پروگرام های دیگه داشته باشم که تا ما بتانم برم و همراه مردم در تماس باشم، همراهشان صحبت کنم، بعد از مسائل به طور مثال یک خداوند از همگی دور داشته باشد جامعه ما، یک شخص فوت میکنه اما
همکارای ما کار میکنن و یک پروگرام را برشان میسازن، یک وقت میمونن از تمام اشخاص جامعه که مهم با تماس هستن دعوت میشه، اینا میاین و تعداد 20 نفر 30 نفر 40 نفر یا تو بیشتر از اشتراک میکنن، یک ختم قرآن شریف باشه هر مسئله که باشه. باز در این مسائل در این طور اجتماعات ما شرکت میکنم و صحبت میکنم راجع به موضوعات مختلف که هم یک احساس رو بتون با مردم که من هستم اموج او و کدام شخص بسیار مرموز و چی نیستم که واسه ترسازی داشته باشیم که چرا کنه یک شخص خود باشه که درباره من کدام قضاوت کنه یا درباره من کدام یعنی خود تیرپی خودش یک شما دکتر روانشناس هستین و یک چیزیست که او چی میگم او چیز کارتان است دیگه، او مردم باید دیره بفهمن و خوب است که دربارش گپ هم میزنین از خاطر دقیقاً. بسیاری کسا میتونه که متردد باشم که نه والا من هرم گپ نزنم از خاطره که رازش افشا شوه یا مثلا نتونم راحت فکر کنه که گپ بزنه والا دار. مسعود جان اگه که مثلا کسی دمی خود شمال کالیفرنیا در شهر فریمان در کانتی آلامیدا مثلا کسی بخواه کمک بگیره چطور است چیش حسابش مثلا زنگ بزنه باز اپایمنت بسازه چه قسم است موشه برمه بگوین؟ خانم نوابی عزیز بسیار یک نکته بسیار خوب و دقیق را شما یادآور شده این که من میخواستم بالای صحبت کنم که با توضیحاتی که دادم سوال اگر با بیننده های عزیز سوال پیدا میشه که خب ما بدون شک میخواییم از این خدمات استفاده کنیم چگونه میتونیم. بسیار ساده و راحت خب بدون شک یک پروسیجر یا تای مرایل به ما در بین دفترهای مختلفی که ما کار میکنیم هست، اما بسیار راحت و به صورت عموم که تشریح کنم یا به دفتر ما خودشان شخصا میاین که متاسفانه حالا چند مسائل قرنطینی مسائل بسته است، اما هر وقت که در گذشته و در آینده بخیر که باز شد یا خودشان شخصا میاین با یکی از همکاران صحبت میکنن و میخواین بگوین که من همراه دکتر مسعود میخواییم صحبت کنم وقت بگیرم. بعض از فرمایی هست که اینا باید برشان توضیح داده شد و اینا امضا کنن، برشان یک دوسیه یا یک فایل ترتیب داده میشه و بعد از او این فایل اسمشان و این مسائل داخل همون سیستمی که ما داریم که راپوردی و کانتی هم میباشه تا بتانیم همون دقیق بفهمیم که کی با ما مراجعه کرده داخل سیستم میشه. بعد از او فقط یک وقت برشان داده میشه نظر به تقسیم اوقات کاری که ما دارم و اون وقت که اونا میتونم بیاین و جای یادآوری هست که من بگوین روزای سه شنبه و پنج شنبه ساعت کاری هست در فریمانت کالیفرنیا. البته وقتی که پس همه چیز دوباره نرمال شد که میتونن به می روزا اونا همکاران برشان اپاینمنت یا وقت بگیرن، بعدش اونا میتونن با ما بیاین. قسمی که گفتم مستقیم میتونن با دفتر خود ما بیاین بدون کدام مسئله دیگه. بسیار ساده و راحت. یک مسئله و مسئله دیگه هم میتونه اینا تلفنی همه ما همه دفتر عمومی ما با تماس شدن و همین مسئله یاد آور شدن که میخواین از خود. نمره تلفن تانو بگوین در برنامه نشتام میکنیم تا بازم نمره تلفن رو بگوین؟ چون از ما تلفن من مستقیما نمیخوایم که همه ما چی باشم به دفتر عمومی که من انشاءالله داخل برنامه بتون چی میکنم. مسئله یا قسم گفتم حضوری میتونن بیان و یا تلفنی در تماس شون و هم پروسیجر را تایید کنن که بسیار راحت و ساده میتونن کدام بس لا پیپر ورک زیاد چی نیست، فقط این همی که مشکلاتشان چیست یک تاریخچه مختصر ازشان گرفته میشه با ما راجع میشه من باشان صحبت میکنم. میتونن مثلا بیاین شما رو ببینن از نزدیک یا میتونن به تلفن هم گپ بزنن. اگر از نزدیک بیاین شما روزای سه شنبه و پنج شنبه تقسیم اوقات دارید که میتونه کسی بیاید در تلفن بزن خودتان دیگه بله. بله قسمی که داده باشه ما طبق نرمال روزای سه شنبه و پنج شنبه ساعت کاری مزده روزا و ساعت کاری مزده فریمانت
و حال متاسفانه با تغییرات زیاد داره که ما همه ما شما تجربه میکنیم. ما اکثر کارهای ما امرای اکثر یعنی اکثر نه که تمام مریضای ما از طریق آنلاین میباشه، همین طریق فعلا که ما شما صحبت میکنیم بین این سلسله تقسیم اوقات برشان جور شده و قسمه که نرمال میدونیم شانه آلم امرایشان هر رفته با امرایشان بفرماس میشما امو سشن ها یا امو جلس های خود را که نرمال میداشتیم از طریق آنلاین میتونیم مال داشته باشیم. یک مسئله که او بعدا یک فرم داره که باید اونا خانه پوری کنن، همین توضیحات برشان داده شده که بدون شک داشتن و جلس های از طریق اینترنت متفاوت است از جلس هایی که آدم فیس تو فیس یا حضوری میبینه. یک سلسله توضیحات است که داده شده که او وصلا میتونه مال از طریق تلفون هم چون همه گده خانه های خود هستن و بیرون نمیرن همچنان هم رایشان به تماس باشن. بله مسعود جان قند وقت کمک کمتر مانده، اگر میتونید یک 5 دقیقه بگیرین درباره ویروس کرونا بگین و تاثیرات منفیش یا مثبت در افغانای ما به حساب روی گپ میزنین از نگاه کار، از نگاه فکری، از هر نگاه که دربارهش گپ میزنین. ما صحبت ها زیاد بود و صحبت واقعا برنامه بسیار خوب و جالب و دلچسب و آموزنده شما دارین که وقت قبل زودی گذشت که من تا متوجه نیستم که تقریبا وقت ما راستی هم تمام است که من زیاد پرعرفی نکنم. واقعا یک نکته بسیار ظریف و خوب را شما یادآور شده و او گفته که تاثیرات مثبت یا منفی این مسائل که به نهایت مهم و جالب است برای از این که ما همچنان نکات مثبت شده باید در نظر داشته باشیم، چون که امروزه اینقدر نگاتیویتی یا اینقدر مسائل منفی از این مرض یا ویروس کرونا ما میبینیم و مشنویم و تجربه میکنیم که سر نکات مثبتش اصلا توجه نمیکنیم، اصلا کمتر در نظر داریم که من حتما مختصر صحبت میکنم. ولی اجازه بدین فعلا درباره نکات منفیش یک اندازه بیشتر صحبت کنم بعد سر نکات مثبت. نکات منفیش که بدون شک قسمی که بیشتر یادآور شدم، یکی از بزرگترین بخشی که آدم زندگی همگی را، زندگی صدها میلیون انسان از سراسر دنیا متاثر ساخته، همی مسئله برهم خوردن روال نرمال یا عادی زندگی هر انسان است. بله. یا از نگاه شغلی است، یا از نگاه کار، یا از نگاه مکتب رفتن، یا هر دلیل دیگه که بود که به طبق نرمال عادی آدم کار انجام میداد امروز نمیتونه و انجام بده به دلیل از اینکه همگی قرنطینه است و از خانه‌های خود بیرون رفتن نمیتونه، که خودش از نگاه روحی میتونه یک اختلال ایجاد کنه به دلیل از اینکه باز نگاه به سایکولوژی باشه هومیستیزیس میگیم یک حالت روانی و روحی است که یک حالت تعادل است، یک حالت است که زندگی ما به قسم نرمال عادی همیشه پیش میره و هرگاهی تعادل برهم میخوره باعث فشارهای روحی و اختلالات میشن که امروز ما قسمی که گفتیم صدها میلیون انسان از این رنج میبرن و با این سر دوچار هستن. هومیستیزیس یا حالت تعادل زندگی که برهم میخوره از نگاه روحی انسان همیشه وقتی که ذهنن کوششش این نمیست که یک حالت تعادل داشته باشه. چی بالا درباره از اصلا چون وقت برنامه بسیار کم است صحبت نمی کنیم که این حالت تعادل می تانه یک حالت خوب و سالم به یک شخص و یا به یک فامیل و یک جامعه باشه یا می تانه حالت تعادل ناسالم باشه، اما در کل هر انسان هر کدام ما شما کم و بیش در یک حالت تعادل زندگی در یک تعادل در زندگی خود داریم، کار میریم، پس خانه میریم، درس میریم، خانه داریم، فامیل داریم، محفل میریم، میاییم، این همی کلش یک نرم، یک حالت عادت با ما یک عادی میشه که اینی فعلا تمامش برای خود خانه کار رفته نمیتونیم، درس رفته نمیتونیم، محفل و دید و بازدید هایی که همه دوستا و عزیزا داشته نمیتونیم که بدون شک این خودش یک فشار روی میتونه باشه. یک مسئله دیگه که کووید 19 یا این مسئله کرونا ویروس که بسیار واقعا اختلالات زیاد منفی را ایجاد کرده، یکی مسئله هومیستیزیس گفتم و مسئله دیگهش
انسان همیشه ذهنن و ذاتن میخواد که در یک حالت زندگی کنه که خودش اکثریت کنترل حالت زندگی خود را داشته باشه. فعلا ما اجباراً در یک شرایط بسر میبریم که اینمی حالت کنترل از دست ما خارج است. یک احساس واقعا ناراحت کننده و ما رخ میده که ما اتفاقات در زندگی ما میفته که ما اجباراً باید تحمل کنیم و اجباراً باید همون کارها رو انجام بدیم با وجود از این که ما خود ما هیچ کنترل نداریم. به طور مثال با طبق نرمال ما میتونیم کنترل از زیاد داریم که ما از خانه بریم به دیدن یک دوست خود بریم یا نریم یا به کار بریم یا نریم یا هر دلیل دیگه است. اما امروز اگر ما چی بخوایم چی نخوایم باید کار انجام ندیم. پس این است کنترل ما. بندی اون وارسته که بندی استین. بله دقیقا. بندی هستیم و تمام اون مسائل که گفتم که بخصوص این میتونه مثلا انزایتی یا استرس انسان را بیشتر کنه، این همیست که مسائل اتفاق میفته که ما از کنترل ما خارج است و یک احساس از دست دادن کنترل گفتیم، تعادل برام خوردن، احساس از دست دادن کنترل و یک حالت دیگه را که ما متوجه شدم uncertainty یا یک حالتی که نمیفهمیم که سبای ما با چی گونه پیش میره. نمیفهمیم که همین قرنطینه ما که فعلا مثلا میبریم آیا با یک هفته دیگه دوام میکنه، یک ماه دیگه دوام میکنه یا شاید هم بیشتر از اون. این همین حالت پریشانی ذهنی میتونه اختلالات زیاد را ایجاد کنه که این نکات منفی که میتونه بیشتر و بیشتر سری مسئله صحبت کنیم، اما نظر به زیخی وقت برنامه در اینجا اکتفا میکنم سر نکات مثبتش. شاید اکثران فکر کنه که نکات مثبتم داره، این مثلا بدون شک داره، به این دلیل داره که من منعیس یک متخصص مسائل روانی به این عقیده هستم که اوقدر که ذهنیت ما سر احساس ما و سر زندگی ما تاثیر داره، شرایطی که بیرونی اتفاق میفته نداره. بله. این را میخوایم تشریح بتم. منظور ما ایست که اگر ما یک دید خوب و سالم و مثبت با مقابله با این شرایط داشته باشیم، اون وقت است که ما میتونیم یک زندگی راحت‌تر و شرایط راحت‌تر و سالم‌تر داشته باشیم. پس به اون دلیل ما میتونیم یک چیز مثبت ایجاد کنیم، خود ما دید مثبت‌تر داشته باشیم. یک مسئله جدا از این مسئله، بدون شک قدر نکات مثبت همین مسئله کرونا باعث شده که ما قسمی که قبلا گفتم شاید نبینیم اون مسائل. یکی از شکایت هایی که اکثریت مردم خصوصا در امریکا داشت پیش از این مسائل کرونا همین بود که ما وقت ندارم، کار میکرم، قدر من مصروف هستم که وقت ندارم با خانوادیم سپری کنم، وقت ندارم با اولادیم سپری کنم، وقت ندارم ورزش برم، وقت ندارم که یک غذای خوب سالم با خود درست کنم، مجبور میشم برم بیرون نان بخورم. این مسائل وقت نداشتن وقت یکی از مشکلات و شکایات بزرگ مردم بود. اما حالا برعکسش، تمام وقت دنیا را ما داریم، پس چرا وقت یک چیز را که ما همیشه آرزویش بدیم که میگفتیم ما روز شب که اقلا یک روز بس لایام خواه ما بیشتر پوره شد و یایی که مدت زیاد را هم به خانواده سپری کنیم، حالا ما هم مسئله داریم، چرا می رو باید به صورت خوب و مثبتش استفاده نکنیم؟ وقت بگذارین، سرگرمی های خوب و سالم همراه خانوادهتان داشته باشین، همراه اولادهتان داشته باشین، همراه یک اینمی شرایط اینمی موقعیت استفاده کنین که یک ارتباط خوب و مستحکم و سالم همراه خانواده و خصوصا همراه جوانان و نوجوانانتان پیدا کنین. بیرون برین. من اصلا مخالف از دیگه نیستم که بعض از کسایی که ما باشن صحبت کردیم حتی بیرون رفتن ترس دارن. شما بیرون برین، چرا نباید از هوای خوب و سالم استفاده کنیم؟ بیرون برین، اما کوشش کنین که اونمون مقرراتی که از رعایت کنین، نزدیک اشخاص نشین. شما میتونین در یک پارک برین قدم بزنین، یک ساعت دو ساعت از روزتون مطالعه کنین، یک پروگرام خاص، تقسیم اوقات خاص رو با خود جور کنید که امروز من بالای اینی مسئله میتونم کار کنم. اینی مسائل مثبت و خوب است که واقعا من میبینم که چقدر در جامعه تغییراتی که آورده بعد از این مسائل قرنطینه شدن مردم، که چقدر تغییرات مثبت آمده که مردم بیشتر وقت دارن برای خانواده خود استفاده. اما بازم برمیگرده به ذهنیت انسان که اگر ایره
من افکتز منفی دید، پس بدون شک تغییرات منفی هم در زندگیش مفته. پس دیدگاه انسان به نهایت مهم است و به تغییر دادن شرایط زندگی انسان، که این یکی از نکات بسیار خوب و مثبت شرایط امروزی ما هستک، که انشاءالله فکر کنم در این مورد بیشتر میتونم توضیحات زیاد زیاد بتم. نمیفهم از نگاه وقت خانم نوابی عزیز که چقدر وقت داریم. آسفانه، من فکر میکنم که ما شما رو در برنامه باید باز بیاریم، از خاطر که یک معلومات عمده دارین، یک معلومات که همه میتونن بسیار استفاده خوب کنن، درباره بسیار چیزای خوب گپ زدین. اما متاسفانه وقت برنامه به ختم است. من میخوام یک جان از پیش شما تشکر کنم. من اصلا خودم باعث افتخار است که شما و یک کس ما در جامعه خود داریم که مردم میتونه از شما استفاده کنه، از علمتان، از دانشتان، از کارتان. من خودم یک چند نفر امروز پیشتان روان میکرم، پیشتان حال که فهمیدم من خودم نمیفهمیدم. بیاد اندازه خوش شدم که شما در داخل کاشکه که ما قسمی میداشتیم در هر جامعه افغان ما، شاید باشه، من خبر ندارم، منتها خوب است که شما هستین و کسی که کمک کردش میتونه پیش شما بیایه. فکر میکنم که من یک دوران یک چند سال پیش یک کتاب خواندم، یک روانشناس داشته کده بود، یک خارجی بود امریکایی، یک چیزی داشته کده بود، گفته بود که هر انسان در زندگی خود یک دفعه یا دو دفعه ضرورت به یک روانشناس کار داره که کمکش کنه. بدون شک، بدون بسیار مطلبه. یک چراغ در کلیم روشن شد، گفتم او زیاد ما فکر میکنیم که نه والا زندگی فوق‌العاده است، یا ما ضرورت ندارم، یا شرم است، یا عیب است. مگرم هر کدام ما یک ضرورت داریم، از خاطر که زندگی مشکلات داره، زندگی فشار داره، زندگی تشویش داره، از او خاطر به کمک یک کس دیگه ضرورت داریم که ما رو کمک کنه که به زندگی پیش بریم. از بله، خاطر بله. یک جهات تشکر از کمکتان به برنامه ما. سلامت باشین. سپاس زیاد از شما، از برنامه واقعا خوب و عالی و پرمحتوایتان جهان سپاس، از اینکه از ما دعوت کردین و در خدمت شما بودم جهان سپاس. فقط من از یک پیام آخر که باشه شنونده و بیننده های عزیز دارم، این است که واقعا مسئله کرونا ویروس واقعا جدی بگیرن. متاسفانه بعض از موضوعات بسیار خوب و سالم را داشتم که وقت برنامه کفایت نکرد، که قسمه که شما یاد باشنه میتونم با دفعه آینده در این بار فرش صحبت کنیم. اما پیام آخر ما این نمیست که واقعا این مسئله بسیار جدی بگیرن، به خود و به عزیزان خود اما نکاتی که هست باید همیشه رعایت کنن و در این زمان تشویش بیجا و تشویش بیش از حد نکنن. فقط مسائل را که خودشان در کنترل خود دارن، که عبارت از همو شستن دستا و اجتناب کردن از تجمعات، این مسائل است، او را پیگیری کنن و جدا از او دیگه تشویش های بیمورد و بیجایی نداشته باشن، چرا که خود از این تشویش و استرس باعث پایان آوردن سیستم ایمنی بدن میشه، که خودش چانس از اینکه کرونا ویروس بیشتر تاثیرات منفی داشته باشه بیشتر میباشه. خب یک بار دیگر جناب خانم نوابی عزیز جهان سپاس از شما، از اینکه ما را در برنامه داشتین. خداوند حافظ و ناصر بیننده های عزیز و روز شما خوب و خوش باشه. تشکر. زنده باشید.